اعتصاب رانندگان کامیون به 200 شهر گسترش یافت. امروز 5 مهر ماه اعتصاب با شکوه و سراسری رانندگان کامیون و کامیونداران وارد 5 روز خود شد. این اعتصاب مدام گسترش می‌یابد و تاکنون به 200 شهر در 13 استان رسیده است. رانندگان متحدانه ایستاده‌اند و با ابتکارات مختلف برای جلب همبستگی بخش‌های دیگر جامعه تلاش می‌کنند. پلاکارت‌ها و پارچه نوشته‌های روی کامیون‌ها نصب شده که برای نمونه روی آنها نوشته شده است: گرانی لاستیک و شهریه مدرسه، راننده خسته و معلم ورشکسته و همچنین راننده کارگر معلم اتحاد اعتصاب. به این ترتیب رانندگان کامیون‌ها، معلمان و کارگران و دیگر بخش‌های جامعه را به همبستگی فرا می‌خوانند. با گسترش مبارزات رانندگان کامیون، موجی از همبستگی با این اعتراضات به راه افتاده است. از جمله شب 5 مهر ماه فاصله ساعت 9 تا 11 شب طوفان توییتری در حمایت از اعتصابات رانندگان کامیون به جریان افتاده است. همچنین امروز ناوگان مسافربری خوزستان در حمایت از اعتصاب سراسری رانندگان ناوگان دست به اعتصاب زدند و کلیه سرویس های خود به دیگر استان ها را لغو کردند. شرکت های مسافربری ایران پیما، همسفر، تی بی تی، رویال سفر و غیر مستقر در اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، ایزه و دیگر شهرهای استان خوزستان نیز روز 4 مهر ماه در حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون غرفه های فروش بلیت را تعطیل و سرویس های خود را لغو کردند. در مقابل این حرکت با شکوه و گسترده، دستاندرکاران حکومت برای شکستن اعتصاب شروع به تقلا کردند و تلاش می کنند برخی را به اعتصاب شکنی تشویق کنند. اما رانندگان کامیون هوشیارانه با آن مقابله می کنند. از جمله از بارگیری تریلی ها جلوگیری می کنند. در جاهایی به میان رانندگانی که قصد بار زدن دارند می روند و آنها را قانع می کنند که به اعتصاب بپیوندند. پایانه های بارگیری از طریق مدیای اجتماعی اعلام می کنند که به دلیل اعتصاب کسی برای بارگیری نیاید. در جاهایی که تریلی های بار با اسکورت دولتی حرکت می کنند، جلوی آنها را می گیرند و در یک خبر از شیراز از حمله مردم به تانکر و اسکورت آن توسط حکومت برای جلوگیری از حملات گزارش شده است. و بالاخره اینکه امروز رانندگان اعتصابی کامیون از بندر خمینی با اعلام اینکه کسی نیاید اعتصاب است، خبر دادند که ماشین‌ها در بندر ماهشهر تماماً خوابیدند و کسی بار نمی‌زند و حتی ماشین‌های داخل بندر که داخلی کار می‌کردند در اعتصابند و درب پایانه بندر خمینی را بستند. در همین خبر گفته شده است که چند نفر از رانندگان کامیون توسط یگان حفاظت حکومت بازداشت شدند که با توجه به فضای گسترده اعتراض بلافاصله آزاد شدند. حکومت شایع کرده است که با قطار و ماشین‌های ارتشی و دولتی می‌خواهند بارها را جابجا کنند و این کاملاً جفت‌سازی و پوشالی است، زیرا خود حمل و نقل بار به قطار نیاز به کامیون دارد، ضمن اینکه ریل بارگیری و مالیات قطار چند برابر مخارج حمل و نقل جاده است و برایشان بسیار گران تمام می شود. گفته می شود که استانداران در رابطه با چگونگی برخورد با اعتصاب رانندگان جلسه داشتند و قرار شده است که از کامیون های شرکتی برای شکست اعتصاب رانندگان کامیون استفاده کنند. به کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت آبادان، شرکت خلیج فارس، جهاد نصر، خط سبز، ایثارگران، توکا و غیره نامه داده شده است که کامیون‌های خود را جهت حمل بار به بندر عباس اعزام کنند. رانندگان کامیون ضمن انتشار این خبر به همکاران خود هشدار دادند که آماده باشند و مانع تردد کامیون‌های شرکتی شوند. رانندگان کامیون و کامیونداران خواستهای خود را در 17 بند توضیح داده و محورهای اصلی اعتراضشان را اعتراض به گرانی، بیکاری، نداشتن امنیت شغلی، دزدی و چپاول، حقوقهای ناچیز و تعویق در پرداخت حقوقها و نداشتن حق ایجاد تشکل
و وعده های پوچ و توخالی مقامات مسئول اعلام کردند. و اینها همه محور اعتراضات کل جامعه علیه بساط جهنمی جمهوری اسلامی است. رانندگان کامیون خواستار پایان دادن به کل این بساط ظلم و نابرابری در جامعه شدند. اعتصاب رانندگان کامیون نمونه شورانگیزی از اعتصابات سراسری است که در حرکتی متحد و قدرتمند به جلو می رود و جبهه وسیعی از همبستگی مبارزاتی را در جامعه شکل می دهد. از این اعتصاب فعالانه حمایت کنیم و صدای آن را به گوش همه برسانیم. زنده باد رانندگان معترض و حق طلب. پیش به سوی اعتصابات و اعتراضات سراسری، حزب کمونیست کارگری ایران، 5 مهر 97 برابر با 27 سپتامبر 2018.